در اعتراض به مسائلی همچون روبوده شدن دختران هزاره و قتل‌های عمدی و هدفمند و سازمان یافته هزارها توسط طالبان، تجمع‌ها علاوه بر آمریکا در آلمان، فرانسه، سوئد، اسپانیا و چند کشور دیگر نیز برگزار شد. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. ده‌ها تن از شهروندان افغانستانی ساکن ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اول بهمن ماه در محکومیت نسل‌کشی هزاره‌ها و همچنین بازداشت دختران و زنان به خاطر حجاب از سوی حکومت طالبان در افغانستان مقابل کاخ سفید در شهر واشنگتن تجمع کردند. همچنین هزاران افغانستانی در ده‌ها شهر جهان نیز اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی مشابه کردند. تظاهر کنندگان افغانستانی در شهرهای مختلف دنیا در یک بیانیه مشترک از سازمان ملل و کشورهای جهان خواستند که با طالبان تعامل نکنند و نسل‌کشی هزارها و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را محکوم کنند. این بیانیه بازداشت گسترده زنان و دختران هزاره توسط طالبان به بهانه نوع پوشش آنها را اقدامی غیر انسانی توصیف کرده است. در بیانیه یاد شده همچنین تأکید گردیده است که پس از قدرت گرفتن طالبان، هزاره ها بار دیگر به صورت کامل از نهادهای دولتی و نظامی حذف شدند. این تجمع ها علاوه بر آمریکا در آلمان، فرانسه، سوئد، اسپانیا و چند کشور دیگر نیز برگزار شد. همزمان با این تجمع ها برخی از زنان معترض در داخل افغانستان از جمله در تخار و کابل نیز با شعارهای مشابه در مکانهای بسته تجمع اعتراضی برگزار کردند. هزاره های افغانستان که بیشترشان شیعه هستند میگویند در چند سال اخیر به گونه ای هدفمند هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان نیز در گزارش سال 2023 ابراز نگرانی کرد که شیعیان افغانستان با خطراتی روبرو هستند. شهریور ماه سال گذشته یک گزارش تحقیقی از سوی پارلمان بریتانیا منتشر شد که در آن با اشاره به وجود تبعیض شدید علیه اقلیت هزاره در افغانستان هشدار داده شده بود که این اقلیت قومی شیعه مذهب در معرض نسل‌کشی طالبان و داعش قرار دارند. گفتنی است که در روز چهارشنبه 17 ژانویه 2024 نیز نشست مشترکی در ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن با حضور اعضای اجرایی کنگره ملی هزاره و تعدادی از اعضای مجلس این کشور صورت گرفت. اعضای کنگره ملی هزاره در بریتانیا و شماری از اعضای پارلمان بریتانیا در این نشست مشترک پیرامون مسائلی همچون روبوده شدن دختران هزاره و قتل‌های عمدی و هدفمند و سازمان یافته هزاره‌ها توسط طالبان در ساختمان پارلمان بریتانیا بحث و تبادل نظر نمودند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین و یکی از برپا کنندگان این گرده همایی از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام، روز شما بخیر. آقای دکتر، در رابطه با جنایات گسترده‌ای که اخیراً از سوی طالبان بر علیه هزارها شدت بیشتر یافته، لطفاً توضیح بفرمایید. برای شما و بینندگان عزیز عرض کنم که حوادث و وقایعی که بر علیه مردم هزاره و خصوص به خاطر موضوع مذهب اونا که اکثرا شیعه هستن اتفاق میافته، در واقع قدمت بیش از یک قرن داره و نزدیک 130 یا 131 سال هست که این واقع اتفاق میافته و متاسفانه جامعه جهانی نسبت به این وقایعی که نسبت به هزارها هم به لحاظ قومیتشان و هم به لحاظ مذهبشان مورد تهاجم و نسل‌کشی قرار گرفتن ساکت هستند و این سکوت نوعی تعامل سیاسی هست با قدرت‌هایی که در افغانستان حاکم بوده و مردم و به خصوص هزارها از این بابت نگران و ناراحت هستند که چرا در قبال نقض حقوق بشر و آن هم نقض سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر جامعه جهانی سکوت میکنند و همچنان با گروه طالبان که هنوز در لیست سیاه اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا هست تعامل دارند و حتی به طالبان میشنویم و به صورت رسمی هم گزارش های وجود داره که کمک میکنند. بله، در رابطه با تظاهرات در چند شهر دنیا در اعتراض به این اقدام‌های ضد بشری طالبان توسط هزارها، با توجه به اینکه خود شما هم در برپایی این گردهمایی‌ها نقش ویژه‌ای داشتید، اگر توضیح هست بفرمایید.
بله، نسبت به حوادثی که اتفاق افتاد و خصوصا دستگیری دختران و اغلب هم این دختران از شهرهایی دستگیر شدند که هزاره و شیعه بودند و در کابل هم در مناطقی اتفاق افتاد که بیشتر مناطق هزاره نشین و شیعه نشین هست، این نگرانی رو به وجود آورد که علاوه بر اون تبعیض جنسیتی که طالبان نسبت به دخترها و خانمها اعمال می کنند، برخورد و رفتار تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی را هم اجرا می کنند. نسبت به وقایعی که اتفاق افتاد، افغانهایی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند نسبت به آن اعتراض کردند و همراه این اعتراضات نه تنها مردم هزاره که مردمی از اقوام دیگر هم همراهی کردند، چرا که همه به این نتیجه رسیدند که اگر امروز نسل‌کشی مردم هزاره شناسایی نشود و اقدامی برای مقابله با آن صورت نگیرد و اقدامی بر علیه عملیاتی که گروه طالبان بر ضد زنان انجام می‌دهند صورت نگیرد، فردا نوبت سایر اقوام خواهد رسید و این رفتار خشن و رفتار ضد انسانی محدود به یک گروه قومی و مذهبی باقی نخواهد ماند و حتما دامنه آن سایر مناطق و سایر گروه قومی را هم در بر خواهد گرفت. بنابراین این نگرانی کلی در جامعه افغانستان هست. بله آقای دکتر، علاوه بر اقداماتی که کنگره ملی هزاره در بریتانیا در ملاقات با نمایندگان پارلمان آن کشور انجام داد، چه اقدامهای مؤثر بین المللی دیگری تاکنون در برابر این گونه رفتارهای ضد بشری طالبان صورت گرفته؟ متاسفانه رفتارها یا تصمیمات بین المللی مؤثری هنوز گرفته نشده، اما به صورت موردی در برخی کشورها گروه هایی که از مهاجرین در اون کشورها هستند توانستند که با برخی نهادهای رسمی مانند پارلمان اون کشورها ارتباط برقرار بکنند و اونها را قانع بسازند که باید در پارلمان این کشورها کمیته های حقیقت‌یابی ایجاد شود تا موضوع نسل‌کشی مردم هزاره را به صورت رسمی بررسی بکنند. به همین دلیل علاوه بر انگلستان با کمیته هایی از پارلمان استرالیا، ایتالیا و کانادا و همینطور آلمان صحبت هایی صورت گرفته، اما به صورت رسمی هنوز اتفاقی رخ نداده. همچنین اسناد و مدارکی جمع آوری شده و به ICC دادستانی ICC ارسال شده است، اما هنوز نیاز به اقدامات جدیتر دیگری وجود دارد.